اگه آیفون داری میتونی با این برنامه هر ویدیویی رو از هر برنامه‌ای دانلود کنی. برای مثال من وارد اینستاگرام میشم و از داخل اکسپلور یکی از کلیپ‌ها رو انتخاب میکنم و لینکش رو کپی میکنم. بعد از اینکه کپی کردم دوباره وارد برنامه میشم، میزنم روی صفحه و دسترسی رو بهش میدم، الوپیس رو میزنم و ثبت میکنم تا ویدیو رو برام دانلود کنه. بعد از اینکه دانلود کرد میزنم روی گزینه ویدیو پایین صفحه، ویدیوهایی که دانلود شدن رو برام میاره. اسم برنامه رو داخل کپشن براتون مینویسم. اگه این دوتا ترفند آیفونی رو بلد نیستی، همین الان گوشیتو بنداز داخل سطل زباله. اگه گوشیت آیفونه و بلد نیستی مخاطباتو به گوشی جدید منتقل کنی، فقط کافیه وارد مخاطبین بشی و اون بالا لیست رو بزنی و دست روش نگه داری و گزینه اکسپورت رو بزنی. حالا این قسمت تمام تیکا رو بردار، فقط لاست نیم و فرست نیم رو بذار و داون رو بزن. سیو تو فایل رو بزن که مخاطبا داخل فایل ها سیو بشن. حالا وارد به قسمت فایل ها بشین، دستون رو مخاطبی نگه دارین و شیر کنین. من شیرشون میکنم داخل تلگرامم. بعد از اینکه شیر کردم داخل تلگرام وارد تلگرام میشم و دانلودش میکنم. حالا دوباره میزنم روش و از این قسمت پایین شیر رو میزنم و کانتکت رو انتخاب میکنم. اینجوری تمامشون انتقال پیدا میکنه. وقتی میخوای شماره کسی رو برای دوستت بفرستی، دیگه نیازی نیست بری کلی دنبالش بگردی، فقط کافیه وارد چت دوستت بشی، قسمت تایپ کردن رو بزن و دست روش نگه دار، قسمت اتوفیل رو بزن، این قسمت کانتکت رو انتخاب کن، اسمی که دوست داری رو سرچ کن و بزن روی اسمش تا شمارش برات بالا بیاد و شمارش خود به خود برات تایپ میشه، میتونی برای دوستت راحت بفرستی. به نظرم خیلی بده که آیفون داری ولی هنوز بلد نیستی هات اسپات گوشیتو فعال کنی. وارد تنظیمات گوشی بشین، سلولار رو بزنین، سلولار دیتا نتورک رو بزنین، برین قسمت پایین، قسمت پروفشنال هات اسپات، APN یوزرنیم، هر دو قسمت رو google.com بنویسید. بعد از اینکه نوشتین حالا برگردین عقب، می‌بینین که هات اسپات براتون فعال شد. من دیگه موندم به چه زبونی بهتون بگم. آقا اگه میخواین دچار هزینه‌های میلیونی برای آیفونتون نشین، حتما این گزینه رو خاموش کنید. روزی ده ها نفر من دایرکت میدن که اپل آیدیشون ناتکتیف شده. اگه میخواید دچار این مشکل بزرگ نشی، حتما ادامه ویدیو رو ببین. برین داخل تنظیمات قسمت اپل آیدی رو بزنید. از این قسمت اپل آیدی گزینه فایند مای فون رو پیدا کنید. دقت کنید، اگه روشنه حتما خاموشش کنید. من الان خاموشه، چون اگه روشن باشه به خاطر تحریم‌های اپل علیه ایران دستگاه رو ناتکتیف میکنه. یه نکته مهمم داخل کپشن براتون گفتم، حتما بخونید. این قابلیت رو فقط آیفون داره. اسمتو بنداز روی بک‌گراند گوشی. وارد تنظیمات بشین، فوکوس رو بزنید، از قسمت بالا راست مثبت رو بزنید، کاستوم رو انتخاب کنید. اینجا اسمتون رو بنویسید و رنگ مرتبط و المان مرتبط رو انتخاب کنید و نکست رو بزنید. کاستومایز رو بزنید و از این قسمت هم بک‌گراندتون رو انتخاب کنید. به همین راحتی بفرست برای اونایی که آیفون دارن. مطمئنم نمیدونستی که آیفون دو تا گزینه امنیتی خطرناک داره که همین الان باید غیر فعالش کنی. اول از همه برید داخل سیتینگ گوشیتون و قسمت اپس رو بزنید و حالا اینجا از قسمت پایین سافاری رو انتخاب کنید. اسکرول کنید به سمت پایین و ادوانس رو بزنید و این تیک رو خاموش کنید. اینجوری دیگه برنامه‌های تبلیغاتی نمیتونن به گوشی شما دسترسی داشته باشن و شما رو رصد کنن. دوم برید داخل تنظیمات، دوباره قسمت پرایوسی رو بزنید و اینجا تراکینگ رو انتخاب کنید. از قسمت بالا اون تیک رو خاموش کنید. اینجوری دیگه برنامه‌های مرتبط نمیتونن به شما دسترسی داشته باشن و شما رو شنود کنن ببینین دارین چی کار میکنید.